قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بر همه شما عزیزانم. خیلی خوشحالم یه بار دیگه از این تلویزیون روبروی شما مهربانان، شما عزیزانم قرار گرفتم. با نام و یاد خداوند جان و خرد که جان را در ما دمید و خرد را در ما نهادینه کرد. پیغامای منو بگیریم، وقتی میگم خرد را در ما نهادینه کرد یعنی که ما از خرد درونیمون استفاده کنیم. و به هر حال کسایی که اون هفته برنامه منو دیده بودن و گفتن که چقدر شما قشنگ پاسخ اون آقا رو دادین که گفت تو سیاه نپوشیدی فلا اینا، ببینیم معیارهای ما برای تظاهر نیست. غم تو وجود آدمه، تو دلشه دیگه. حالا بیاد بخواد به همه ثابت کنه من ناراحتم، دلیلی نداره، آدم ها میفهمن خودشو. ولی انقدر همه واقعا زنگ زدن، تشکر کردن، هم تمام کسایی که واقعا من ازشون خیلی هم ممنونم دیگه، واقعا اسماشون هم حتی دیگه یادم نمیاد، ولی توی اینستاگرام چقدر واقعا زیبا پیغام دادن، خیلی قشنگ، خانم دکتر فدا چند فار، یعنی اینقدر احساس خوبی به من دست میده که میتونم خدمتگزار شما باشم، میتونم شما رو هدایت بکنم به سمتی که برای شما آرامش، شادی، موفقیت، همه چیز رو در بر داشته باشه. میتونیم، برای که ما قادریم. هیچ کس از هیچ کس بالاتر نیست، هیچ کس از هیچ کس پایین تر نیست، مگر با خرد. ببینین، مگر استفاده از خرد درونمون، یعنی ما اون خردی که توی وجود ما هستش. یه دم سوال کرده بودن خانم دکتر خرد درونی یعنی چی؟ حال کسی هستش که بیاد روی خط بگه خرد درونی یعنی چی؟ میخوام برداشت شما رو ببینم. وقتی من میگم از خرد درونی استفاده کنین، این خانم این سوال براش طرح شده بود که گفت خانم دکتر خرد درونی یعنی چی؟ خب شما میدونین؟ بیاین هر کی میدونه بیا جواب بده. نترسین، ما که اینجا نمره نمیدیم به کسی، ولی میخوام ببینم شما برداشتتون چیه؟ شما برداشتتون از خرد درونی چیه؟ میگم از خرد درونیمون استفاده کنیم، و اون که من دارم میگم خداوند جان را در ما دمید و خرد را در ما نهادینه کرد، یعنی تو درونمون باید از اون خرد استفاده کنیم. خرد یعنی دانایی، توانایی. اما وقتی که ما فقط دو تا چشمون داره بقیه رو میبینه، تقلید میکنیم، نمیایم یه تفکری با خودمون داشته باشیم. وقتی که شما از تمام این چیزایی که تو جهان مادی هست چشتون رو اینجوری میبندین و اینا رو فراموش میکنین، نه اون همسایه خوشبحالش، ماشینش نوع، اون یکی دیدید چی کار کرد، چه چیزی برای دخترش خرید یا برای پسرش خرید، شوهر اون ببین
چقدر بهش توجه میکنه. یعنی یه چیزایی اینا تو ذهنتون باشه نمیتونین خردتون رو باهاش ارتباط برقرار کنین. چجوری میتونیم با خرد درونیمون ارتباط برقرار کنیم؟ اینی که سرمون ساکت ساکت باشه، توش چیزایی که 10 دقیقه بشینین یه جایی که صدایی نباشه در ببندین، چشماتون رو میبندین و میتونین از این طریق اون آرامش رو در وجود خودتون به وجود بیارین تا بعد بتونین با خرد درونیتون ارتباط برقرار کنین و سوال هر چی دارین میتونین بپرسین. یعنی ما میتونیم سوالاتمون رو از خودمون بکنیم و بخوایم خواسته هامون هم بگیم. وقتی که ما اونا رو تکرار میکنیم و بعد اینکه ما جاودانه ایم، ما هرگز از بین نمیریم، به هر حال به یه شکل دیگه ای، حالا اون رینکارنیشن که خب برمیگردیم یا هرچی، حالا کسایی که باور دارن یا ندارن، بازم ما مردن، من همونطور که گفتم مرگ پایان کبوتر نیست. من برای اون زیر آگهی که برای خواهرم گشته بودم، مرگ پایان انسان ها نیستش. حالا تغییر و تحولی هست و اشکال مختلف، ما کارما هامون هم باید پس بدیم. حالا کارما داریم باید برگردیم. همیشه دعاهای من اینه که دیگه آخرین تولد باشه و خودم میگه اگه کارما داشته باشیم برمیگردیم. پس نباید کارما با خودمون جمع کنیم که به خاطر اون مجبور شیم برگردیم به این جهان. به هر حال در مورد خرد درونی، یعنی اینکه ما یک ریزترین ذره وجود ما دی ان ای هستش. دی ان ای ما بک‌گراند میلیون ها سال که از تکوین دنیا گذشته، تمام این خاطرات توی درون ما هست. همه اینا، حتی اون نالج، اطلاعات، آگاهی، دانش. من 30 ساله دارم این کارو میکنم، یعنی با درونم در ارتباطم و اون تجربیاتی که آدم کسب میکنه چقدر براش لذت بخشه، چقدر احساس میکنه خیلی رضایت توی وجود آدم به وجود میاد. چون ما این نیستیم که حالا بیایم اینجا تو دنیا بخوریم، بخوابیم، بچه دار بشیم، ثروت جمع کنیم، بعدم اینجوری افقی شیرجه بریم توی تاریکی. نو. یعنی مرگ رو پایان کبوتر نیست. ما پرواز صعودی داریم. یعنی یاد بگیریم که خودمون رو شروع کنیم به تصفیه کردن، به تصفیه کردن برای هر خواسته‌ای که دارین، هر چی که میخواین تحقق پیدا میکنه. یعنی بدون برو برگرد. اما اگر بدی رو برای یکی بخواین، ممکنه به اون بدی به اون برسه ولی به خودتونم میرسه. یعنی ممکنه که من نفرین کنم، اما میگن نفرین طول موجش خیلی کوتاهه، وقتی پرت میکنی اونو به خودت هم برمیگرده. اینا قانونه، هیچ چیزایی نیست که خرافاتی باشه. یعنی بد برای کسی نخواهیم. آدم ها رو میتونیم ببخشیم. انسان ها خطا پذیرن، اشکال دارن، نمیدونن دارن چی کار میکنن یا هر کاری که میکنن، ما اونا رو از درون خودمون ببخشیمشون. یعنی بگیم من میبخشم تو رو به خاطر اون اشتباهت. به خاطر بخشش یک نوری در وجود ما به وجود میاره که ما احساس میکنیم که خیلی خوب، من میتونم، این قدرت رو دارم که اگر کسی حالا آسیبی به من زد من ببخشم. ما علامه دهر نیستیم، خدا نیستیم که کارهای اشکالدار نکنیم. پس هر انسانی میتونه خطا بکنه، یک کار اشتباهی رو بکنه. نه من خانم دکتر، من اینو تا عمر دارم، مثلا خواهرم اینجوری کرد، اون منو خورد، پول منو خورد، برادرم نمیدونم اینطوری کرد،
من نمی بخشم اون یکی رو، اصلا نمی بخشم. یعنی چی؟ وقتی نمی بخشیم کیو نمی بخشیم؟ کیو ما نمی بخشیم؟ وقتی من کسی رو میگم نمی بخشم، دارم کیو نمی بخشم؟ من خودمو. برای اینکه گیر اون افکار، گیر اون خشم، گیر اون نفرت، گیر اون نفرین، هرچی که هست، نفرین هم طول موجش به آدم ها برمیگرده. خیلی هر نفرینی که پرت میکنی یه سرش هم بیخریش خوده ما هست. اینا قانوناییه که نه اینکه یه روز و دو روز و سالها با کتابایی که من نوشته، الانم دارم کتابی در مورد اینکه مردان چه میخواهن، زنان چه میخواهن، و یه کتابی هم در مورد تعلیم و تربیتی که برای کودکان و نوجوانان از بد به تولد تا سنین بلوغ، و یک کتاب دیگه هم الان 3 کتاب در حال نوشتن هستم که مطمئنم خداوند کمک میکنه که بتونم اونم رمز و راز موفقیت در زندگی زناشویی. یعنی تمام اینا ریسرچ، تحقیق، مطالعه است. آدم میره مطالعه میکنه، میخواد یک هم دانش رو زیاد کنه، هم که خدمت کنه به جامعه و بیاد اینا رو در اختیار افراد بذاره که اونا بتونن راه و چای خودشون رو پیدا بکنن و تجربه های خودشون. حالا شما که مثلا میگیم با خرد در نمیتونین، کسایی که مثلا ریلکس میکنن، مدیتیت میکنن ذهنشون رو، البته اون مدیتیشنی که ما از طریق مثلا یه جمله مثلا مانترا داریم میگیم، که مانترا رو برای این میگیم. برای چی مانترا رو میگیم؟ مانترایی که توی مدیتیشن میگیم واسه این که افکار دیگه پاپ اپ نکنه. الانم هیچ فرقی نمیکنه اگر شما افکار منفی تو ذهنتون میاد، تکنیکاشو من واقعا با انسان ها کار میکنم که چجوری ما میتونیم استاپ بکنیم افکار منفی رو، به جاش آن چیزی که من میخوام در زندگیم اتفاق بیفته اونا رو بیام و بیان بکنم. بنابراین شما آماده ای تغییر کردن باشین. تمام کلام من، حرف من از ابتدایی که میگم 25 از سالهای قبل، چه در ایران که من اونجا استاد دانشگاه بودم و حتی برنامه تلویزیونی با اون برنامه های حجاب همه چی داشتم، ولی همیشه مورد تحسین بودم به دلیل اینکه انادی به کسی نمی کردم و اون راه خودم که هدایت و حمایت از همه انسان ها و هموطنانم بود و انجام می دادم. پس بنابراین ما قابل تغییر هستیم. حالا یه خانم میگه خرد درونی یعنی چی؟ یعنی ما وقتی که یه چیزی رو نمیدونیم، میخوایم به زور با افکار خودمون به یه نتیجه ای برسیم، اما وقتی رها کنین راه ها میاد جلومون. اینا رو باید تمرین بکنین تا بفهمین، وگرنه به این شکل نمیتونین دست پیدا بکنین. چون از ذهن آرام، ما 3 ضمیر داریم: ضمیر آگاه. یعنی چی؟ من میدونم کیم، چیم، شغلم چیه، دور و برم چی میگذره، کی فامیلمه، کی دوستمه، و اون آگاهی و دانشی که در ارتباط با وجود خودمون و اطرافیانمون و دیگران داریم. یکی ضمیر نیمه آگاه هستش. ضمیر نیمه آگاه یعنی یک ضمیری که ما یه مدتی ازش آگاه بودیم، یه اتفاقاتی برای ما افتاد و ما آگاه هستیم به اون اتفاقات، بعد قطع شد. نمیدونم چه جوری از ایران. بله، یه بار دیگه بگیرین، تلفنتون قطع شد، چون باز یکی دیگه هم گرفته و قطع شد. ببینین زمین نیمه آگاه یعنی چی؟ یعنی یک اتفاقاتی برای ما افتاده، حالا یه مهمونی هایی رفتیم یا یک حوادثی بوده، هر چی که بوده، اینا یه موقعی تو ضمیر آگاه ما بود، ولی بعداً دیگه ما هر دقیقه یاد اون خاطرات و اون اتفاقات نیستیم، اما یه جایی که یه نشانه هایی ازش
میاد مثلا یه باقی میرین، یه مهمونی میرین، یا یه فردی رو که مثلا در 8 سال پیش دیدین که دفعه یادتون میاد اینو کجا دیدین، وقتی باش روبرو میشی، اینا رو بهش میگن ضمیر نیمه آگاه. یعنی این ضمیر نیمه آگاه ما میتونه در خیلی از چیزا به ما کمک کنه. اجازه بدیم من این تلفن میگیرم. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر، خیلی ممنون از برنامه‌ی خیلی خوبتون. خانم دکتر، من این منفی دور کردن و برای خودم خیلی سعی کردم، البته هنوز کاملا موفق نشدم، ولی اگه آدم برادر خواهر منفی داشته باشه، دائم دارم به آدم منفی 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 میگن، اونا رو چیکار کنیم؟ نمیتونیم برادر خواهرامونو بذاریم کنار؟ نمیتونیم اینقدر این آدمای منفی رو از دور بر خودمون دور؟ نه نه، ببینید راه این که من بتونم استاپ بکنم افکار اونا، راهشون این نیست که بذاریمشون کنار. داره میگه میدونی چیه، این اینجوریه، اون اونجوریه، این بده، اون خوبه. فقط گوش میدین، یک شنونده، یه بدون تحت تاثیر اگه قرار بگیری، هنوز خودتو درست نشناختی و نمیخوای اون رشد رو بکنی. هر وقت که من بیام یکی بگه اینجوری دیدی این اتفاقات افتاد، این کارو کرد، اون کارو کرد، حالا توی امریکا الان کجا هستن؟ امریکا یا ایران؟ خب میگه توی امریکا 1000 تا اتفاقات میفته، آره اینا بدن، اونا خوبن. این ما حالتی که تحت تاثیر قرار بگیریم، خب یعنی چی؟ under influence the other people، یعنی هر چی به ما بگن ما بگیم اوه خب میاد ذهن منو آشفته میکنه. stop، یعنی شما یه ببین، ما یه فیلتر ذهنی داریم. ببین ذهن ما قوی ترین قسمت وجود ماست. ما 50 بیلیون سلول مغز داریم. این 50 بیلیون سلولای مغز ما از طریق اعصاب به کل بدن ما وصلن. یعنی این اعصابی که از سلولهای مغز ما به تمام اعضای بدن ما میرسه، 2 برابر قطر کره زمینه. یعنی شما حساب بکنین ما چقدر قوی هستیم. و این همه سلول مغزی یعنی چی؟ یعنی تمام هدایت ها از طریق مغز ما صورت میگیره. مهمترین قسمت ما مغز ماست. مهمترین قسمت مغز ما که فانکشنش یعنی چی؟ یعنی آنچرا که با ضمیر آگاهمون داریم فکر میکنیم و به خورد ذهنمون میده. آره من بدبختم، من شانس ندارم، اینجوری شد، این چقدر به من حرفای بدی زد، من یادم نمیره. همه آدم ها دیوانه درون خودشونن. آدم ها رو ما میبخشیم. اگه من قراره یکی داد بزنه، یکی دو تا فوش بده، یکی یه کاری بکنه یا یه چیزای منفی بگه، میگم آو این راست میگه، خب پس من یه استیبل مودی ندارم برای خودم. بایستی یک اون فرضیاتی رو که تو ذهنم بهش باور دارم برای خودم اونا رو محترم بدونم. ولی اگر حزب باد باشم، این بگه اونجوری شد، این بده، اون خوبه، من فوری دو دل بشم، یعنی که همه آدما میتونن روی من نفوذ بکنن، میتونن تاثیر بذارن. ببین میگین ما کم تو این جامعه که الان مثلا هستیم تحت تاثیر چیزای منفی. وقتی میگه اگر تو تلویزیون داره میگه، اگر تو هر جایی داره میگه، ما اون رو قطع میکنیم، یه چیزی که دلخواه خودمونه میذاریم. اگه خواهرت، برادرت، نزدیکانت داره، هیچ دلیلی نداره بخوای اونا رو قانع کنی. الان اشکالی که تو همین جامعه هست اینه که دو گروهی که حالا هستن که الان میخوان مثلا نامینیت کردن اون کاندیداهاشون رو، اینا تمام مدت نمیخوان حتی یک کلمه برخلاف آن چیزی که باور دارن بشنون و دعوا میکنن، میخوان کله آدم ها رو قطع بکنن. بله. چرا که تو مثلا گفتی این بد اون خوبه. ببینی اینه دیگه، فکر کن تو اینجا همه میگن اونطوری فکر کن، اونطوری انتخاب کن که من میگم. خب ببینین اگر ما بخوایم اینطور، همیشه آسیب میبینیم. مهمترین مسئله ای که بهتون یاد میدم، سویت سورندر، پذیرش شیرین. اگر کسی آرای مخالف شما داشت، قشنگ اینه که دستشو میذارین اینجا، دستتونو میگین حرفتو شنیدم، یعنی که من با قبول ندارم، حرف منم اینه، یعنی تو رنگه، میگه من رنگه مثلا
قرمز رو دوست دارم، اون یکی میگه رنگ سبز رو دوست دارم. شما مثلا قرمز رو دوست دارین، هی میخواین به زور بگین نه ببین سبز خیلی قشنگه، سبز خیلی بهتره. خب وقتی اینو بگین دعوا را میفته. چطوریه که ما میخوایم عقیده یکی دیگر برگردونیم؟ اون با اون باورهای خودش ایمان داره و میخواد اونا رو نگه داره. حالا ما به زور نه اینا بدن یا این رنگ بده اون رنگ خوبه، اما بهترین چیز سویت سورندر، پذیرش شیرین. یعنی درسته حرفتو شنیدم، تو رنگ قرمز دوست داری، منم رنگ سبز دوست دارم، یعنی من به عقیده ای تو احترام میذارم برای انتخابت و انتخاب منم اینه. اینجوری ما با هیچ کس درگیری پیدا نمی کنیم و این قارنشینان با چیز خنجر رو نمیدونم چیز به جون هم نمیفتیم، خنجر فوش افکار همه چی که اصلا آدم براش غیر قابل باوره که اینقدر همه. اگه یه کلمه عقیده مخالف اونا رو بگی میخوان اینجا تو رو تیکه تیکه بکنن، یعنی اینقدر خشم پیدا میکنن یه گروه خاصش که بیشتر. پس بنابراین یعنی که چطوریه، یعنی ما اینقدر نادانیم؟ این اون قارنشینانی که با نمیدونم خنجر و چیز میرفتن شکار، ما هم همینطوری نمیخوایم اصلا باور کنیم که یکی ممکنه که برخلاف حرف من حرف بزنه، برخلاف ایده من ایده داشته باشه. همه رو میخوایم به زور براش ثابت کنیم تو اشتباه میکنی، این رنگ فلان خیلی قشنگتره. خب اینجوری ما دشمن همش درست میکنیم. یه خانمی توی تراپی اومده بود پیش من، میگم خانم دکتر اصلا دوستای من اینقدر از من بعدشون میاد، همشون ناراحتن، الان مدتیه که با من معاشرت نمیکنن. گفتم خب واسه چی؟ گفت برای که خانم دکتر من واقع بینم، من اگر مثلا لباس آبی پوشیده من بهش میگم آبی بهت نمیاد، اون صورتیه قشنگ تره. یا اگر موهاشو رنگ کرده، رنگش مثلا بلوند کرده، من میگم نه اون شرابیه قشنگ تر بود، یا این لباس بهت نمیاد. برای اینکه خانم دکتر من اونی که میگم واقعیه، چون بهش نمیاد. گفتم از کجا میدونی؟ اون دوست داره اونو. ببینید یعنی چی؟ یعنی این آدم حتی در انتخاب لباس، در انتخاب رنگمو، در انتخاب هر چیزی به اون آدم میخواد به زور بگه بد نمیاد. خب همه دور شدن ازش. وقتی که این آدم اینقدر خودنگره، اینقدر باور داره که من خودم دیگه سلطان آگاهی ها هستم و دانایی ها، تو نمیفهمی اون رنگ بهت نمیاد. خب ببینین چه اتفاقی میفته، همه دور و بر آدم میرن کنار. اما وقتی بیاد بهت بگه که ببین من گل روز رو دوست دارم، شما میگیم منم گل مریم رو دوست دارم، یعنی حرفتو قبول میکنم، اوکی تو ترجیحت اونه، منم ترجیحم اینه، این موقع ما دوتا آدم متمدن میشیم، نه دوتا آدم قارنشین که همش بخوایم تو سرکله هم بزنیم. یکی که اگر واسه یه گروه اینجا شعار دادیم، اون گروه دیگه با چماق زدن تو کلش. خب ببینین یعنی چی؟ یعنی تو اتفاقا یه بچه یه مثلا 16-17 ساله هم بود، ما با چماق بزنیم چون تو داری مثلا میگی زنده باید مثلا رنگ چی صورتی، اون میگه نه رنگ مثلا سبز رو من دوست دارم. خب یعنی میگه چرا؟ چطوریه که تو انتخابت اونه؟ تو نمیفهمی، نادانی، آگاه نیستی که اینو اصلا گاوی تو. یعنی خانمه به اونا داشت میگفت، من بهشون میگم مگه شما گاوین که این لباس رو پوشیدین؟ یعنی ببین ما حتی با توهین، با تحقیر میخوایم حرف خودمون رو به یکی ثابت، بعدم تازه گله من میشیم. چون خود خانمه بیمار بود، مشکل داشت، کسی که اینقدر ابسشن داره روی این مسائل خودش مشکل. تو تراپی خب درست شد ولی طول کشید، بعد تمرین بکنه خودشو نگه داره. وای این بهت میاد اون نمیاد، به ما چه؟ حتی هر انتخابی که آدم ها دارن برای هر چیزی، من سارق نه این اصلا خوب نیست برای، چون همه آدم ها فکر میکنن که خودشون علامه دهرن، دانا همه چی. حالا خواهر برادرای شما با شما
عقایدشون متفاوته. نخوای اونا رو درست کنی. ما معلم آدم های دیگه نیستیم و به زور نه تو اشتباه میکنی این درسته و قلب میگه اوکی میدونم خب خوبه. خب منم مثلا عقیدم اینه، خیلی دوستانه. یعنی یکی از چیزایی که سیمپاتی ایمپاتی رو میرسونه به ما این که یه حالت نوازش، آها میفهمم دستم، مثلا حست اینه که دستو گشتی رو شونش و بهش میگی درکت میکنم، آره تو اینو دوست داری، خیلی خوبه، اما خب منم اینو دوست دارم. اون موقع هستش که شما دیسگری یا مخالفت علنی، این که بخوای به زور یه آدمی رو برگردونیم توی اون سیستم یا تفکری که من هستم، این یعنی دیکتاتوری که من به تو به زور بگم بیا اینو دوست. جانم واقعا ممنون از این اینفورمیشن های خیلی خوبی که برای ما بیزاریم بگیم، خیلی ممنون میشم. برای اینکه من خدمتگزار شما هستم، من میخوام تمام تجربیاتم رو به شما، به دانش و تجربه‌ام رو در اختیار همه بذارم که همه بتونن اون آگاهی و دانایی رو پیدا بکنن که آرامش رو برای خودشون نگه دارن، خواسته هاشون رو چجوری برآورده بکنن، نحوه ارتباطشون با خودشون. ما اول باید من ارتباطم رو با خودم درست کنم. تا موقعی که من خودم رو نمیپذیرم، خودم رو دوست ندارم، از خودم متنفرم، نمیتونم رشد بکنم. وقتی که میان توی تراپی من بهشون میگم مثلا خودتو دوست داری؟ میگه نه خانم دکتر دوست ندارم. بعد یا اونی که میگه آره دوست دارم، میگم خب اگه دوست داری چجوری دوست داری؟ ببین شرط و قید و شرط داره که من اگه میگم من خودمو دوست دارم به این دلیل، من خودم رو دوست ندارم به خاطر اینکه من مثلا نمیدونم شکست خوردم، نادانم، اشتباه کردم، فلان. خب حتی خودم دوست ندارم برای شکستم یعنی چی؟ یعنی ما که علامه در نیستیم، همه ما بر اثر تمرین و استمرار و تکرار یه چیزهایی شروع میکنیم یادگیری. اولش اشتباه میکنیم، بعد شروع میکنیم کرک کردن، درست کردن اون اشتباه رو، بعد تمرین مداوم که میکنیم میتونیم اون رفتار رو، حالا یا منشی رو که اشکال داره رو آروم آروم کرکتش کنیم، درستش کنیم. ولی اگر بخوایم بگیم مرغ یه پا داره، نه من که اصلا تغییر نمیکنم، من اینجوری، من اصلا انقدر حرمت نفسم پایینه، انقدر مثلا ابسشن دارم فلان، خب همون ده قابل درمانه. ولی اینکه من خودم رو دوست ندارم کلام بدیه. اولین کاری که ما داریم میکنیم خود دوست داشتن خودخواهی نیست. خود دوست داشتن یعنی من به سلامتم برسم، اگر یه مثلا نشانه از یه مریضی توی وجودم به وجود اومد بگم نه بابا چیزی نیست، حالا من یه قرص مسکم. نه، اگر تکرار شد یه مثلا بتونین مشورت بکنین با کسی که دکتره یا، ولی اگر اهمیتی ندیم، یعنی فیزیکالی من I don't love myself، وقت منتالی چه کسی خودشونو دوست ندارن شما بگه. من یه خورده میخوام اینجا، من چون همیشه استاد دانشگاه بودم، همیشه سوال کردم جواب دادن، همیشه دانش و آگاهی رو خب به اونا دادم، اما اونا هم خوب دانشجوهای خوبی بودن و ریسپاند میدادن. حالا شما چجوری خودتو دوست داری؟ اگه بخوای نشون بدی منتالی از نظر تفکری چجوری خودتو دوست داری؟ به خودت برسی، برای خودت ارزش قائل بشی، به خودت برسی از نظر ظاهر و هم از نظر همه چی، یعنی برای خودت ارزش. نه اون که آره، اونا جز حرمت نفسه، ارزش به خود و احترام به خود و دوست داشتن خود و تمام این چیز یا سلف کانسپت، نظری که من راجع به خودم دارم. ببین اینو بهش میگن سایکو سایبرنتیک، یه علم و دانشی هستش که تصویر ذهنی من، یعنی اون چیزی رو که من تو ذهنم درست کردم از خودم خراب باشه. من مریض داشتم، دختر زیبا، بعد وقتی که میومد چون آسیبای دوران کودکی رو خورده بود، حالا بین اون و برادرش استثناء گذاشته بودن، به اون بیشتر رسته بودن، این یه ایشوهای اینجوری پیدا کرده بود و جوری تو ذهنش خودش رو مجسم میکرد. سایبرنتیک یعنی
یک دانشیه که تصویر ذهنی منو از خودم نشون میده و این تصویر ذهنی خودش از خودش فکر میکرد اگر ایشو داره اشکال داره مال اینه که یه ذره چونش درازه یا یه قوز کوچولو رو دماغش، در صورتی که بسیار زیبا بود، هیچ اشکالی هم توی ظاهرش واقعا نبود، ولی چون که اون تصویر ذهنی ما اگر از خودمون نازیبا باشه فکر میکنیم اگه برم دماغم عمل کنم اینجوریش کنم، اگه برم مثلا یکی بود که دختر جوون بود، یکی دیگه از مراجعین من که میگفت نه من یه ذره اینجا قبقب دارم، دست که ظریف و لاغرم بود، ولی آخرم رفت اونو برداشت، یعنی بری جراحی کنه، یعنی اون تصویر ذهنی ما چون خودمون مخدوشه، خودمو نمیپذیرم، فکر میکنم اگه موفق نشدم، اگر اشکال داد است که اون مال اون آسیبای دوران کودکیه که اینو آدم تصویری که خودش داره تصویر دلپذیری نیست و فکر میکنه این واقعیته، در صورتی که همچی چیزی نیست، اون تصویرش اشکالی نداره، تفکرش اشکال داره، صورتش اشکالی نداره، نحوه نگرش، دیدگاهی که نسبت به اون تصویر داره و عدم موفقیتشو واسه میدونه که چون نماقم قوز داشت مثلا من موفق نشدم، چون حالی یه ذره اینجا قبقب دارم نشدم. من کسی از ایران بود که چندین بار این بینیشو عمل کرده بود، نمیدونم دیگه چه جاهای مختلف که اینا همه عکساشو برای من فرستاد و اشکالم داشت با همسرش، کتککاری هم میکردم و به هر حال این همینطور در حال عمل کردن انواع مختلف بود، گفت من الان میخوام برم باسنم رو بزرگ کنم، بعدم میخوام برم یه کار دیگه بکنم. یعنی چی فکر میکنیم؟ ما کم بود که داریم، ارتباطمون درست نیست، اشکالی که داریم فقط مال این که من مثلا سینم کوچیک بوده یا باسنم اونجوری بوده یا دماغم کوچیک بوده یا قبقبم. ببینیم ما وقتی که خودمونو فقط در جسم میبینیم، انسان روح هست نه جسد، ما جسد نیستیم، اون روحی که در وجود ما هست، اون تصویری که من از خودم دارم، اونی که تعیین میکنه موفق باشم، شاد باشم، خوشحال باشم و با همه این آدم ها نایس باشم. ولی ما نیستیم، با خودم که نایس نیستم نمیتونم بقیه رو دوست داشته باشم، این یه قانونه. ممنونم از شما. من به این خانم درود بر شما، بفرمایید. الو جانم. خانم دکتر سلام. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما. من خواستم بگم خرد درونی اینه که خرد یعنی آگاهی. بله بله بفرمایید. یعنی آگاهی درونی، یعنی عقل و حکم قرار دادن. خب یعنی عقل و حکم قرار دادن نو عقل یعنی چی؟ یعنی بس من توضیح. عقل یعنی چیزی که انسان ها دارن. عقل یعنی چیزی که انسان ها دارن همشون. تلویزیونتون بازم تلویزیونتون رو کم نکردین، از کجا زنگ میزنین؟ ببخشید من از کانادا زنگ میزنم. پس تلویزیونتون رو لطف کنین خاموش کنین، ما داریم. من تلویزیون کم میکنم، اجازه بدین خانم دکتر. خاموش کردم، درسته؟ بفرمایید صحبت. بله بفرمایید. خواستم بگم که چی میگن این که گفتم، اون که شما گفتید راجع به مرگ صحبت کردین که فرمودین که مرگ چیز آخر کبوتر نیست. بله مرگ هیچ وقت انسان تموم نمیشه، اون روح آدمی که عروج میکنه بالا میره، هر کسی هر باوری که داره به اون طرف اگه خوش نیت باشه، خوش اعمال باشه، میتونه روحش نزدیکی بکنه به اون. اگه کارهای زشت کرده باشه، هیچ کار خیری نکرده باشه، اون چیز میشه. کار خیر چیه؟ معذرت میخوام، کار خیر چیه؟ راحته از خانم محترم، کار خیر چیه؟ ببینین اجازه کار خیر چیه؟ کار خیر من میخوام بفهمم. مردم رو دوست داشتن، کمک کردن، عشق دادن. یعنی باید آگاه باشن
که کار خیر ما بدونیم شما منظورتون از کار خیر چیه؟ میدونی خیر و شر و اینا رو که وقتی داریم صحبت میکنیم؟ نه خیر و شر اون که نه، کار خوب، کار نیک، کار پسندیده، کاری که انسان به آدم ها عشق بده، همونطور که شما میگید محبت داشته باشه، کاری از دستش برمیاد بکنه، گره زندگی کسی رو باز کنه، اینا همه کار خیره دیگه، درست؟ خب برای اینکه ما باید خودمونو با اون آدم در کامپیتیشن یا در رقابت نبینیم، آدم ها میتونن یار هم دیگه، اجازه بدین، آدم ها میتونن یار هم دیگه باشن، میتونن با هم دیگه در ارتباط انسانی باشن، نه اینکه مقابل هم دشمن هم و بخوان دیس اگریم. ما داریم اینجا رو دارم، شما حالا تو کانادا این، اما الان این روزا اینجا داستان اینجوریه، همه میخوان خودشونو. من این باور من اینطوره که مرگ آخر زندگی نیست، انسان خدا کنه که وقتی جسمش دفن میشه اسمش دفن نشه، یعنی یه اسمی یه نامی از خودش بگذره، مردم بگن خدا رحمتش کنه. چه همونطور که الان شما میگید خواهرم چقدر انسان بوده، چقدر فرشته بوده، خب بی خودم تو نیست میگید، لابد اینطوری بوده دیگه. Of course بوده. یعنی انسان به یه پایه برسه که بعد از مرگش دنبالش دعای خیر باشه، اسم خوب گذاشته باشه. بله دیگه، میگه که ما نام نیکی که میخوایم، ما نمیخوایم فقط نام نیک از خودمون به جای بذاریم، اعمال نیکمون رو باید انجام بدیم که خودمون از اون. خب من که اینو عرض کردم خدمت، من با شما نمیگم عزیز من، من دارم کل من شما اگه میخواین نطق کنیم بفرمایید، ولی من دارم با کل کسی نطق نمی کنم. نه دیگه، شما ببینید، شما گفتید که اینایی که میگن مرگ آخر اون که تموم شد، اون تموم شد، همه قبول کردیم اون که تموم شد، درسته، ولی میگم بله همینطوره، انسان روحش به جایی میره که همیشه است، جاودان است، یعنی انسان هیچ وقت جسمش با روحش دفن نمیشه. بله. روح میره، جسم میره زیر خاک، ولی روح در عوالم دیگه در پرواز. بله خب اینو خواستم بگم. بله خب اون چیزی که خب گفته شد دیگه، فرمایشتون دیگه، چیز دیگه ای نداری؟ بله همینه دیگه. خیلی ممنون از برنامه های خوبتون خانم دکتر، همه مستفیض میشن، انشالله خدا به شما سلامتی بده، بتونید همینطور تمام به اصطلاح اندوخته های چند ساله خودتون رو در اختیار همه بذارید. سپاسگزارم از لطف و محبت شما. به هر حال ممنونم از خانم که اومدن روی خط و من یه خط دیگه جواب میدم. درود بر شما. درود بر شما خانم دکتر. سلام یعنی تسلیم. ببینید ما سلام یعنی تسلیم، موقعی که عربا حمله کرده درود گفتم، میدونم بعد گفتین درود، سلام یعنی من تسلیمم، اما ما درود کلمه فارسیه، ما از درود استفاده میکنیم و بسیارم زیبنده ماست. خدا رو شکر، ممنونم از الهی زنده باشه، خیلی دوستتون دارم. آخه جانم خیلی خانومی، قربونت برم. آخه خدا نکنه که، قربون شما، من مرسی، خدا خواهرتون رو بیامرزه، پدر خدا بیامرزتون رو، روحش رو شاد کنه، سلامتی خود و بچهات قاسمم از خودم اصلا نقض میگم، اینجا بهم زنده باشی. چقدر شیرین و چقدر تاثیرپذیر، من ممنونم، لطف کردین و واقعا سپاسگزاری میکنم از اینکه اینقدر. من قربونت برم. خدا نکنه، انشالله سلامت باشین و پایدار هم میباشه خواهرم جون دلم. خیلی من ممنونم و سپاسگزارم از تماستون و شکر میکنم برای اینکه انسانای خوبی رو به هر حال در اطراف خودمون داریم و اینا میتونه خیلی مهم باشه.
در این رابطه من اتفاقا این کتاب جادوی باور من که همه استفاده کردن و اون یکی رمز موفق ذهن خلاق، اینو یعنی کتاب، اینو که میگیرین دستتون ببینین، نه اینکه من تبلیغی برای این مبلغی نیست اصلا این کتاب، ولی مهم اینه که وقتی که به عنوان یه گوهر گرانبها تو خونه شما قرار میگیره، تفکر انسان چجوریه، ذهن ما چجوریه و آگاهی، این تیتراست، تیترایی که باورای ما چجوری به وجود میاد، افکارمون رو چطوری از منفی به طرف مثبت ببریم. تمام تکنیک‌ها رو من تو این کتاب بهتون یاد دادم. کنترل و تربیت دوباره ذهن، ذهنمون رو دوباره تربیت کنیم. باورای ما و واکنش‌هایی که در ارتباط با رویدادها و جریاناتی که اتفاق میفته داریم. صلح درونی، صلح بیرونی، مسئولیت ما انسان‌ها، انسان هدفجو، خود را بشناس دیگه، تغییر و اهمیت آگاهی، تیترای مهمش رو میخونم. عشق چیست؟ بله، درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما خانم دکتر، با یک دنیا تشکر از معلوماتی که در اختیار همه ما میگذارید. قربون شما. من یه سوال داشتم برای در مورد فکر زیاد، فکری که هی از کامپیوتر جلوتر توی مغز آدم هی تکرار میشه، چطور باید این فکرها رو استاب کرد؟ خب ببینین، افکار منفی مورد فکرهای زیاد رو چجور از خودمون دور کنیم؟ اینا تکنیک هایی هستش که من تو تراپی به آدم ها یاد میدم، یه دقیقه نیست که اینجا، اونا میرن تمرین میکنن، نتیجهشو به من میگن، یا باشون هیپنوتراپی دوران کودکی هم میکنم، اگه آسیب دیدگی داشته باشن ممکنه که رفتاراشون، تمام افکارشون به خاطر اون آسیب هایی که خوردن تحت تاثیر قرار گرفته باشه. اما کسی که افکار منفی و خاطرات ناخوشایند رو مرتب داره تو ذهنش تکرار میکنه، پدرم اینجوری کرد، مادرم اینجوری کرد، من اینجوری شدم، دیده اون به من چه ظلمی کرد، دیده اون پولم رو خورد، دیده من اصلا چه اشتباهی کردم، من چه کار باید کرد؟ خب یعنی چی؟ یعنی من بهتون دارم میگم برای هر فکر منفی، من از تلویزیون با اجازتون گوش میکنم، شما از تلویزیون گوش بدید، دنیایتون قرضدانی، خواهش میکنم. ببینین، خواهش میکنم، افکار منفی که از قدیم داریم، بابام این کارو کرد، مادرم این کارو کرد، کی 40 سال پیش این اینجوری کرد، اون پولمو خورد، کی 25 سال پیش، تمام اینا، هر خاطره بدی که تو ذهنتون میاد، هر چیزی که تو این رابطه میاد تو ذهنتون، شما برای اون یه دونه سیب زمینی بندازین تو یه دونه بگ، یعنی این خاطره رو بگین، این خاطره واسه پولایی که ازم خوردن، یه سیب زمینی دیگه برای اینکه بابام این کارو کرد، یه سیب زمینی دیگه مال حالا قدیما، همین سیب زمینی ها رو وقتی که دو هفته سه هفته میگذره در که سر میبندین میگنده، یعنی خاطرات گذشته ما اینه گندیدن این سیب زمینیه که عفونت مغز ما، بویایی ما رو آسیب میزنه. اما ما باز میگیم نه، دیدی خانم دکتر، مثلا خانمه که اومده بود تو تراپی، خانم دکتر من اینقدر خودم سرزنش میکنم، موقعی که ازدواج کرده بودم 45 سال پیش خونه مادر شوهر اینا زندگی میکردیم، مادر شوهر خواهر شوهرم، هر وقت شوهرم از بیرون میومد اینا میبردنش تو اتاق برین واشش میکردن ضد من. الان من همینطوری میگم با خودم، میگم چرا من با اینا مقابله نکردم، واسه چی من از خودم دفاع یعنی ببینین 40 سال پیش، 45 سال پیش، من اگه اینقدر نادان و ناتوان باشم که اون چیزهایی که هزار سال برابر هزار سال ذهنی ماست، 40 سال پیش، 50 سال پیش، چرا من نکردم؟ یا کوچیکی بابام منو زد، من نتونستم درس بخونم، هی خوش و سرزنش میکنه، اینا دیگه گذشته، here and now، یعنی من الان اینجا هستم، حالا چیکار میتونم بکنم در حال حاضر، چیکار بکنم آرامش داشته باشم، چیکار بکنم موفق باشم، چیکار بکنم ذهن آرامی داشته باشم. اول باید خودم رو دوست داشته باشم، به خودم توجه کنم، به خودم برسم، به ذهنم، mind and body،
رسیدن به خودمون شامل بادی اند ماینده، نمیتونیم بادمون رو برسیم اما ذهنمون رو مواظب نباشه، تا افکار منفی میاد گیرش میافتیم، این پدرم و در آورد اونجوری شد، حتی یه لحظه پیش هم ما نمیتونیم تغییرش بدیم، چه برسه 50 سال، 20 سال، 30 سال، 10 سال، 5 سال، هفته پیش، هفته پیش هم اگه یه اشکالی براتون به وجود اومده بوده یه صحبت کردین دیگه قابل کنترل نیست. ما یاد بگیریم درس بگیریم از تجربیاتمون، یاد بگیریم اونا رو در زندگی خودمون به کار ببریم، اما ما نمیتونیم، تمام مدت میخوایم حرف خودمون رو بزنیم، عقاید خودمون رو برای دیگران روشن بکنیم، اینطوری نیست. اول به خودت برس. ما مهم اینه که خودم رو چجوری تریت میکنم، چطوری مواظبم که افکار منفی نیاد. وقتمون هم تموم شد، من این کتاب جادوی باورم گفتم براتون تمام کسی که خوندن اصلا اینقدر برای من میخوام که براتون مفیده و تو ایرانم با ببینین از انتشارات سرافراز تمام کسی که تو ایران هستن با اون شماره تلفن سفارش بدن، همه جای ایران براشون اینا نمایندگی دارن، میفرستن در خونتون این کتاب، ولی اینو داشته باشیم با عنوان یه دستمایه. 5 سال 6 سال من روی این کار کردم، روی اون کتاب رمز موفقیت و ذهن خلاق سالها کار کردم، اینا نتیجه سالها کار هست و الانم دارم کتابای دیگه می نویسم. ببینین مطالعه باید کرد، انرژی باید گذاشت، میدونی خیلی مهمه. پس ما دستاوردهایی که حاصل تلاش آدم هاست قد بدونیم و ازش استفاده کنیم به عنوان یک تجربه. به هر حال وقتمون تموم شد، من از آقای مهندس اندرو کارشناس فنی اتاق فرمان سپاسگزاری میکنم، خانم اصل که خیلی همکاری خوبی دارن، خانم فریده جلالیان و آقای میرچی، همه اینا برای من عزیزن، سال هاست که من دارم باهاشون کار میکنم و این اعضای خانواده من هستن. از شما همه عزیزانی که برنامه من تماشا میکنین و عقاید خودتون رو ابراز میکنین سپاسگزاری میکنم. تا درودی دیگر، بدرود. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن، دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم میکند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور، دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس.